هدف قایی در شکنجه که در یک فرایند معین صورت میگیره در مرحله اول در هم شکستن و در مرحله دوم استحاله زندانی. این فرایند از همون لحظات اول دستگیری آغاز میشه. بلافاصله پس از دستگیری چشمهای فرد بازداشت شده رو میبندن تا اطراف خودش رو نبینه و ندونه به کجا برده میشه. با این عمل سعی میکنن که ابتدا حس جهتیابی، حس مکان و فضا رو در او در هم بریزن. بعد با انداختن او در سلول و رها کردن او در تاریکی حس زمان رو از او میگیرن. البته هر زندانی با توجه به روحیه، شخصیت و تجربهش سعی میکنه که به تدریج خودش رو با وضعیت جدید تطبیق بده. اما مرحله اصلی و اساسی هنگامی است که بازجو و شکنجه‌گر کارشون رو آغاز میکنن. اونها با هجوم به زندانی به وسیله کتک، تحقیر، دشنام، تهدید، شلاق همراه با صدای بلند و فریاد فضای رعب و وحشت به وجود میارن و سعی میکنن به زندانی تلقین کنن که اونها همه چیز رو میدونن، تمام اطلاعات رو در اختیار دارن، اون رو به خوبی میشناسن، همه چیز لو رفته، تمام رفقا و دوستانشون دستگیر شدن و همه چیز رو اعتراف کردن و همراه با اعمال فشار جسمی و شکنجه سعی میکنن نظام طبیعی فکری و عصبی زندانی رو در هم بریزن. من خودم یک برداشتی دارم از زندان رژیم جمهوری اسلامی، یعنی فکر میکنم که این زندان یک تفاوت بسیار عمده و فاحش با بقیه زندان‌های دنیا داره، چون به هر حال تو همه زندان‌ها شکنجه هست و اعتراف گرفتن هست، زدن هست، ضرب و شتم هست، ولی مسئله اینه که به نظر من توی زندان‌های دیگه اونها با مخالفینشون برخورد میکنن تا جایی که طرف باش مخالفتی نکنه، اما اینجا مسئله مخالفت نکردن تو نبود، مسئله خالی شدن تو از هویت انسانی بود. اونا میخواستن که انسانیت رو بکشن. توی دوره ای ما توی قزلحصار اگر که یک نفر به یک نفر آب میداد شکنجه میشد و حتی ما حق نداشتیم که وقتی یکی مریضه بهش دوا بدیم، یا به هر حال حتی یک نگاه ملایمت آمیز واقعا اذیتشون میکرد. من متوجه نبودم، یه روز با دوست یه کاسه انگور دستم بود، یکی رو در آوردم دادم به دوستم، یکی از اون انگورا، بعد صدام کردن، گفتن که تواصل، گفتن که شما براتون گذاشتم که شما کمونی دارین، این غذاتون رو کمونی دارین با بچه ها استفاده میکنین، یعنی اشتراکی غذاتون رو به همه میدین و ما میخوایم هر کسی حتی آب لیمو نمک همه چیزتون جدا، هر کی مال خودشو بخوره. این کمونی مصرف کردن باعث میشه برین چیز تو اون قبر، حالا فکر کار خودتو بکن. دو تا بچه در واقع زیر سن قانونی بودن توی اتاق ما که اون روز قرار بود سالاد برای همه درست کنن، غذا آمد، غذا برنج و این چیزا بود، یعنی پرهج بود. بعد اینا برای اینکه سالاد برای همه درست کنن یه دونه سلطه به اصطلاح 3-4 کیلویی رو نصف بیشترش سالاد درست کرده بودن. بابا و پاسدارا اومدن توی بند و اومدن یه راست سراغ اتاق ما، آخرین اتاق بودیم ته بند، اتاق 23، اومدن نگاه کردن به اینا گفتن که ما نگفتیم که کمونی غذا نخورین، ما که کمونی ما غذا رو گفت پامون همه سالاد مالکیه، اینا هم دوتا بودن، هر دو هم کوچیک بودن، گفت مال خودمونه حاج آقا، گفت یعنی شما دو نفر آدم اینقدر سالاد میخورین؟ گفت والله کم هم میاریم، قبول نداره بیا نگاه کن. حاجی یه پاسدار گذاشت بالا سر اینا، اینا دو تا بشقاب برنج کشیدن دو نفری برای خودشون، برای اینکه اینا رو ببرونه یه مقدار زیادی هم ریخته بودن. آقا این بی‌انصافا، هر چی ما چش خوره رفتیم، هر چی چپ چپ نگاه کردیم، برنجا رو که خوردن یه چیز تمام سالادا رو خوردن. هر زندانی بازمانده هم قربانی و هم شاهده. دشواری و همچنین اهمیت شهادت یک زندانی در این نقش، یا در واقع
در این مسئولیت دوگانه است. او نه تنها در قبال روایت ماجرای خود به عنوان یک قربانی، بلکه و مهمتر از اون در قبال روایت ماجراهای قربانیان دیگر در جایگاه شاهد مسئوله. یه بچه 3 ساله تو بند ما بود، این یه پسر بچه بود، این نمیفهمید جنسیت خود، جنسیتش با ما فرق داره، فهم میکرد چون مردا رو فقط در به اصطلاح شکل بازجو و شکل نگهبان و اینا دیده بود، همیشه فهم میکرد خودش از جنس مرد نیست. و حتی من یادم وقتی این میومدن چراغای اتاق سوخته بود عوض کنن، این بچه گریه میکرد که میگو منم باید چادر بدیم بکنم سر، چون ما رو مجبور میکردن چادر کنیم وقتی مرد میومد توی بند. بعد این مادرش دیگه مجبور شده بود از این بچه گریه کرد و برای چادر مجبور شده بود، یه چادر برای این دختر بود. و این وقتی که مرد میومد، اولین کسی بود میدوید میرفت این چادر رو میکست درش، واقعا احساس میکرد لخت، احساس میکرد باید خودشو بپوشونه. یه دیگه توی زندان به دنیا اومده بودن و نوزاد بودند اونجا، ازشون به هر حال بچه‌ها مراقبت می‌کردند و اینا، خلاصه شرایط بیرون رو نداشتن، ولی یه دی بودند که می‌فهمیدن مثلا بچه 1 ساله یا 1 سال و خورده‌ای متوجه می‌شد و این از فضای بیرون هیچی نداشت. تنها چیزایی که بهش داده می‌شد، اطلاعاتی که بهش داده می‌شد، اطلاعات داخل زندان بود، با چیزهایی که آشنا شده بود، با واژه‌های خاله و فکر میگرد که همه زنها خالن، همه مردها برادر فنی هستند. بعد و هر وقت که یه مرد رو میدید میگفت که برادر فنی اومده و فکر میگرد که وقتی یه مرد رو میبینه باید به مادرش اطلاع بده و بعد فکر میگرد که مادرش باید بره شکنجه بشه، چون گاهی اوقات در حضور بچه ها مادرشون رو شکنجه میکردن و اونا شاهد بودن. یادمه که بچه ها مثلا اسباب بازیشون مثلا با این سطل آشغال و این سطل های چیز بود که بازی میکردن. من خودم ندیدم ولی شنیده بودم از یکی از بچه ها که میگفتش که بچهش با یه تیله برداشته بود، با یه تیله بود و یه از این قوطی های شیر خشک به ما میدادن، از این برداشته بود، این تیله ها رو میزد به این قوطی شیر خشک، بعد اگه میدید نمیره توی این قوطی شیر خشک میگفتش که تو باید بری انفرادی. یعنی اونجوری تحت تاثیر این فضا بزرگ شده بودن. زندان، شکنجه، کشتار و اعدام که محصول و تجسم ماهیت دو رژیم سلطنتی و اسلامی است، بخشی از زندگی و تاریخ و مهمتر از همه بخشی از مبارزات مردم ایران علیه بی‌عدالتی است که باید ثبت بشن و به آیندگان سپرده بشن. فقط یادمه که وقتی داشتن می‌بردن برای اتاق شکنجه، وقتی حکم تعزیر گرفتن داشتن می‌بردن اتاق شکنجه، به من کفش دمپای مردونه دادن، چون کفشامونو می‌گرفتن دمپای، و پای من که خیلی کوچیک بود، شماره پام 37 بود، بازجو نگاه پای من که با اون دمپای مردونه خیلی مسخره به نظر می‌رسید، نگاه پای من که گفته شماره پا چنده، من فکر کردم می‌خواد دمپای زنونه به من بده، گفتم 37. بعد گفتش که بعد وقتی گفت خب نگران نباش پات بزرگ میشه. وقتی که بردن رو تخت خوابونن زدم، برگشتم دیدم نگاه پای خودم کردم، پامو نشناختم، دیدم راست میگفت. من وقتی که رفت تو دمپایی دیگه تو دمپایی مردونم نمیرفت، دمپایی که برام انقدر بزرگ بود.